یک درود بر شما. درود بر شما جناب گوهرزاد و درود بر بینندگان گرامی. خب برویم از این ماجرای میانمار آغاز کنیم. شاید آنقدر مسائل مختلف در کشورهای جهان داره ذهن مردم رو به خودش جلب میکنه که مردم میانمار رو به نوعی بهش یا کرخت شدن یا به فراموشی سپردن یا نمیدونم واکنش کمی است. گرچه سازمان ملل در نشست خودش قطعنامه داد و اینا، ولی این کافی نیست برای کشته شدن این و پیشگیری از این کشته شدن ها. مسئله میانمار یا همون برمی سابق از این نقطه نظر اهمیت داره که فقط مشکل درونی یک کشور نیست، بلکه مشکل منطقه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه میتونه به گونه افرادگرایی بودایی در برابر اسلامگرایی افراطی شکل بگیره و اون مسیر گذار به دموکراسی که از حداقل بگیم که پار نوامبر 2015 توسط خانم سان سوچی در حزب خودش به نام اتحادیه ملی برای دموکراسی آغاز شد، میتونین با یک بحران بسیار خطرناک به اصطلاح روبرو کنه، رو در رو بکنه و این سبب بشه که جریانات داعش در اون منطقه شکل بگیره. چرا فکر میکنین که داعش میتونه سرازیر بشه به اون سو؟ داعشی که الان داره در عراق و سوریه به نوعی با شکست روبرو میشه، یعنی این امکان رو شما فکر میکنین که داره که اونجا خودش رو بازسازی بکنه؟ دقیقاً، به خاطری که ببینید داعش پروژه پراکندگی جغرافیایی داره که برها در راستای این گروه تروریستی برای تمرکز زدایی از مراکز فعالیت خودش در سوریه و عراق، چون نتونسته شکل بگیره، یک زنگ خطری برای کشورهایی که به خاطر وجود بافت‌های سست قومی و عقیدتی پتانسیل رشد افرادگرایی رو هستن. در مورد کشورهای جنوب شرق آسیا میشه به رشد اسلامگرایی افرادی در جنوب تایلند، تقویت جریانهای تروریستی مثل حرکت جماعت اسلامی در اندونزی و مالزی و همچنین پیروزی تروریستایی که وابسته به داعش در تصرف شهر ماراوی در جنوب فیلیپین هستش اشاره بکنیم. به گفته مقامات دولتی میانمار در این کشور گروه های اسلامگرا مثل سازمان آقامبول مجاهدین که وابسته به سازمان همبستگی روهنگیا و گروه ارتش آزادی بخش آراکان هستن، آراکان همون آرسا هستش، که اینا فعالیت قابل ملاحظه‌ای در اون منطقه دارن. مثلا به عنوان نمونه رهبری سازمان آقامبول مجاهدین بر عهده یک مذهبی افرادی 45 ساله است که به مدت 6 ماه در کمپ‌های نظامی طالبان در پاکستان دوره نظامی دیده. از سوی دیگه رهبر گروه آرسا، همین گروهی که به اصطلاح شبه نظامی هستند و حرکت‌های تروریستی رو در منطقه آغاز کردن، در برما آغاز کردن، یه روحانی پاکستان اصل افراطی هستش که این در عربستان سعودی بزرگ شده و طبق گزارشی هم که مطرح شده این شبه نظامیان گروه آسا در میانمار از سوی یک کمیته متشکل از مهاجران روهنگیایی و برخی عناصری که وابسته به عربستان و پاکستان و امارات متحده عربی هستند دارن رهبری میشن. بنابراین گزارش ها حاکی از اینه که گروه آرسا، یعنی همین گروه شبه نظامی تروریستی اسلامی، ممکنه در آینده با گروه های جهاد اسلامی مثل حرکت جهاد اسلامی که همون جبهه مقاومت گذشته هستش و حفاظت الاسلام مستقر در بنگلادش یه رابطه برقرار کنند. اینا گروهایی هستن که هدف شد استقلال دولت اسلامی در بنگلادش و در میانمار هستش. نظر به اون چی که ایالت راخین به دلایل مختلفی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرایانه دولت‌های قبلی و دولت کنونی میانمار نادیده گرفته شده و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی در این ایالت مورد توجه قرار گرفته نمیشه، حدود 1.5 میلیون مسلمان در اونجا هستش، و از سوی دیگه تشویق راهبان بودایی افرادگرا که میگم
در واقع افرادگرایی بودایی در مقابل افرادگرایی اسلامی داره رو در رو وامیسته، منظور من اینه که این میتونه تشویقی که این راهبان بودایی افرادگرا داره انجام میدن به خشونت علیه مسلمانان تحت لوای مبارزه با اسلامگرایی به کانون خطرناکی برای جذب نیروهای افراطی مثل داعش بدل بشه. جناب علوی، چون به مسئله بودایی ها اشاره فرمودین، خب ببینین این آقای خانم آنگ سان سو چی، خانم آنگ سان سو چی الان از نظر بسیاری از محافل حقوق بشری محکوم شده برای اینکه در قدرت هست ولی واکنش چندانی نداشته. دولت میانمار و ارتشش بحثش این هستش که اینا ارتش آزادی بخش هستن، ما داریم با این سازمان‌های تروریستی مقابله میکنیم، ولی تصاویری که نشون داده میشه مردم عادی دارن قربانی میشن. آقای دالائی لاما هم خیلی خوب بیانیه صادر میکنه ولی هیچ جا خریدار نداره این ماجرا. چرا این ارتش اجازه میده این اتفاق بیفته؟ چون الان ماجرا جدال بین مردم با مردم یا بوداییان افراطی با این افراد عادی است بیشتر از اینکه تا با داعش روبرو بشن، با مسلمانان روبرو بشن، با جبهه آزادی بخش روبرو بشن. بله ببینید، ما باید یه مقداری شناخت داشته باشیم از وضعیت ساختار قدرت و دولت و ارتش در میانمار. به طور کلی ارتش و رابطه‌ای که ارتش میانمار با دولت غیر نظامی میانمار داره تقریبا مثل چیزی هستش مثل رابطه سپاه پاسداران با دولت روحانی. به عبارت دیگه هر کدوم از اینا ساد خودشون میدارن. دولت میانمار احتمالاً ترس از کودتای نظامی داره و به خاطر این هستش که در برابر ارتش جرأت سخن گفتن نداره و سکوت اختیار کرده و دلیل یک سری ملاحظات سیاسی داخلی تصور نمیشه که قصد یک چنین کاری داشته باشه. ولی نکته دیگر هم که وجود داره مسئله ارزش‌ها و مبانی ملی‌گرایی و بوداییسم در میانمار اونچنان در هم تنیده شده که اعتراض بی‌پروا و سریع و آشکار دولت میانمار و مشخصا خانم سو چی ممکنه از سوی راهبان بودایی ملیگرا و افراطی شکلی به عنوان تابو شکنی، حرمت شکنی یا توهین به ارزش‌های بنیادین و مذهبی که میگه مذهب مذهبی بودایی هستش تعبیر بشه. بنابراین همچنان که از قدرت ارتش در معادلات سیاسی میانمار کاسته میشه، سرکوب اقلیت غیر بودایی این فرصت رو برای ارتش فراهم میسازه تا نقش خودش رو به عنوان پاسدار واقعی این ارزش ها پررنگتر کنه. بدین سبب هستش که اقدامات وحشیانه ارتش به نوعی حرکت موجه نزد راهبان ملیگرا و افراطی بودایی تبدیل شده تا موازنه قدرت در میانمار به طور کامل به نفع غیر نظامیان که سودای سازش با اقلیت‌های قومی رو در سر می‌پرورونن تغییر نکنه. ولی اینم باید توجه بکنیم که در واقع درسته که در انتخابات پارلمانی نوامبر 2015 خانم سان سو چی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی پیروز شد و به نیم قرن دیکتاتوری نظامی خونتا پایان داد، اما چالش ها برای تحکیم نظام دموکراتیک در یک کشور هنوز به قوت خودش باقیه. یعنی اگر شما یک مثلث در نظر بگیرید، در رأس این مثلث نیروهای مذهبی بودایی افراطی قرار دارند، در ضلع دیگه مثلث در واقع نیروهای نظامی که ساد خودشون رو میزنن قرار دارن، و در بخش دیگه در ضلع سوم مثلث دولت قرار داره و این خانم سان سو چی و اتحادیه ملی برای دموکراسی. بنابراین مسئله سرکوب و پاکسازی نژادی اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین یکی از مهمترین چالش هایی است که نه تنها در دولت فعلی که دولت غیر نظامیه به رهبری تینچیچیا، بلکه در تمام دولت‌های قبلی مورد حل و فصل جدی قرار نگرفته.
مشکل اساسی اینجاست که به تمام تلاش های خانم سوچی و هم فکرانش برای ایجاد گشایش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوران گذار به دموکراسی اقدام بارزی در راستای اصلاح قانون اساسی و بالاخص قانون تابعیت 1982 صورت نگرفته. یعنی در واقع این قانون شهروندی که توسط حکومت وقت اون موقع تصویب شد، مردم این ایالت رو از فهرست گروه های قومی میانمار حذف کرده و این گروه یعنی مردم مسلمان روهینگیا به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمیشه و حق شهروندی ندارن و به این علت هستش که بعد از این حوادثی که پیش اومد به مهاجرت اجباری به بنگلادش و دیگر کشورها مجبور شدن. حالا مهاجرت به بنگلادش و دیگر کشورها، حالا بنگلادشی که حتی گفتم اینا خونه اجاره ندین، راهشون ندین، یا اگر پیداشون میکنین یعنی گرفتاری که در بنگلادش. حالا این بیشتر کودکان و پیرزنها و پیرمردها در وارد بنگلادش میشن با این مشکلاتی که در تصاویر میبینیم، ولی اونا گفتن اصلا حتی به اینا پولم که میدن نگیرین، اتاقش هم بهشون اجاره ندین که برگرده. حالا خود شرایط بنگلادش هم چندان شرایط تعریفی نیست، ولی امیدوار هستیم که حالا کشورهای همسایه از جمله هند و دیگران برای مسئله یک راه حلی پیدا کنن. در گفتگوهایی که با هم دیگه داشتن دیدم که با خانم آنگ سان سوچی رهبر هند گفتگو داشته و ببینیم به کجا میره. اگر اجازه بدین از میانمار و این کشتار و یا نسل کشی مسلمانان عبور کنیم، در همون نزدیکی‌ها یک کمی اون سوتر بریم به سوی کره شمالی. کره شمالی با این موشک پرانیایی که هر هفته یک موشک آزمایش میکنه و حرف میزنه، حال وارد حرف تازه شده آقای علوی. کره شمالی داره میگه ما میخوایم برابری خودمون رو با آمریکا از نظر قدرت نشون بدیم و در واقع داره خودش رو به عنوان یک قطب در دنیا مطرح میکنه از نظر قدرت نظامی سیاسی. بله، آقای رهبر کره شمالی پریروز فرمودن که ما هدفمون اینه که بالانس قدرت برقرار بکنیم و به امریکا بفهمونیم که ما از لحاظ قدرت هسته‌ای بسیار قوی هستیم و در صورتی که خواسته باشه به ما حمله بکنه، ما یک چین توانایی رو داریم که با بمب‌های هیدروژنی غار پیما واشنگتن رو بزنیم. ببینید این مسئله رو بعد روانشناسان بعد من مورد ارزیابی قرار بدن. یک مرضی در بین دیکتاتورها افتاده که در توهم خودشون بر این گمان هستند که دیگران دشمن اینا هستش و قصد نفوذ و توطئه رو دارن. این فقط مختص رهبر کره شمالی و رهبر جمهوری اسلامی نیستش. ما اگر ناکم در طول تاریخ از این رهبران مریض حال روان پاره روان پریشان داشتیم، مثل مثلا نادرشاه در 7 سال دوم سلطنتش، اونم به این مرض دچار شده. ما نمونه های فراوان داریم که از بحث امروز بیرونه، ولی بسیار خوبه که روانشناسان روانکاوان این موضوع روانپارگی و روانپریشانی این رهبران مریض حال رو مورد ارزیابی قرار بدن. بنابراین بحثی که رهبر کره شمالی داره میکنه این موضوع هستش. از سوی دیگه ترامپ تهدید کرده توی توییتر خودش که مراودات تجاری خودشو با هر کشوری که با کره شمالی تجارت کنه متوقف میکنه. نقطه در واقع تأکید و مخاطب اصلی ترامپ کیه؟ کشور چین. چرا؟ به خاطر اینکه چین 90% از حجم تجارت خارجی کره شمالی رو به خودش اختصاص داده. قبلا هم ترامپ بارها از رهبران چین خواسته بوده که روابط تجاری خودشون رو برای اعمال فشار به کره شمالی در جهت متوقف کردن فعالیت‌های ماجراجویانه هسته‌ای رهبر کره شمالی کاهش بده. به نظر نمی‌رسه که تغییر بزرگی در سیاست‌های چین در این زمینه رخ داده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه چینی‌ها بیش از هر کشور دیگه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی دارن سود می‌برن و بازار شمالی‌ها رو به صورت انحصاری در دست دارن. چین از روابطش با کره شمالی به عنوان یک ابزار قدرت
برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده و امتیاز گرفتن در دیگر موارد داره استفاده میکنه. کاملا درسته. یعنی چی؟ یعنی یک نوع بازی هستش که یک قاعده بازی رو چین خوب وارده. بنابراین چین نمیخواد که پای ایالات متحده و نیروهای نظامی این کشور بیش از این به جنوب شرق آسیا باز بشه. جناب علوی، چین رو در پیش روش داره کنگره ملی حزب کمونیست رو در به زودی برقرار خواهد شد. رئیس جمهور چین علاقمند است که قدرت‌های تازه‌ای رو در اصلاحات به دست بگیره و قدرت بیشتری داشته باشه، شماری از پست‌ها در همدیگه ادغام بشه. به این ترتیب چین افزون بر اون چیزی که شما فرمودین که واقعا از کره شمالی داره استفاده میکنه به عنوان یک قدرت نمایی دیگر منطقه‌ای به جای خودش، هر چی میخواد خودش بگه با آمریکا اجازه میده که این جوان کره شمالی بگه، از سوی دیگر اصلا علاقمند نیست که کشور کمونیستی به هر روی هم ایدئولوژی رو نزدیک به ایدئولوژی رو محدود بکنه، ضمن اینکه از متحدانش است. ببینید، بحث ایدئولوژیکی برای رهبران چین من فکر میکنم نقش ثانویه رو داره، بلکه اون بود اقتصادی نقش اولیه رو داره و در اولویت ذهن برنامه‌ریزان ایدئولوژی چین قرار داره. چرا؟ چون چین بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده است. واردات و صادرات بین چین و امریکا از مرز 650 دلار در سال پیش گذشت، یعنی امسال فکر بکنم که بالاتر از 650 میلیارد دلار شده. 650 میلیارد دلار یعنی در واقع درآمد چند کشور. هر گونه تحریمی که از جانب ایالات متحده منافع شرکت‌های آمریکایی که با پکن در مراوده هستن رو میتونه به خطر بندازه. پکن باید تصمیم بگیره که میخواد بین کره شمالی و واشنگتن کدومو بیشتر راضی نگه داره. اما آیا کره شمالی بدون چین با یه مشکل جدی مواجه خواهد شد؟ واقعیت هم اینه که به غیر از چین کشورهای محدود دیگه‌ای هستند که با کره شمالی ارتباط تجاری دارند. در سال گذشته کره شمالی با هند، پاکستان، روسیه، ایران، تایلند، فیلیپین ارتباط تجاری دائم داشته. بیشترین کالای کره شمالی به کشورهای چین اول، بعد هند، بعد پاکستان و ایران و تعداد دیگه از کشورهای آسیایی صادر میشه. واردات این کشور بیشتر از چینه، بعد از هندوستانه، بعد از روسیه است. بنابراین هرچند که این آمارها نشون میده، ولی و حتی مثلا میبینید که در ماهای اخیر، در هفته اخیر، کشور هند روابط تجاری خودش رو با کره شمالی قطع کرده، ولی این اعداد بدون در نظر گرفتن چین نمیتونه سران کره شمالی رو راضی نگه داره. ضمن اینکه کشورهای مثل هند یا تایلند یا فیلیپین راحت‌تر از چین و روسیه در برابر فشار امریکا تسلیم میشن. بله. خب اجازه بدین از کره شمالی و چین هم عبور کنیم، ضمن اینکه همه به جز رهبر کره شمالی همه این رهبرانی که در این روزا بحثشون هست در هفته آینده وارد آمریکا خواهند شد برای گفتگو و سخنرانی در سازمان ملل. برویم به سوی خود آمریکا. از به مرور از دورانی که آقای ترامپ روی کار آمد، همینطوری دونه دونه از کسانی که بهش نزدیک بودن کنده شدن. حالا برخی به دلیل ماجراهایی که با روسیه داشتن، برخی نتونستن ادامه بدن، برخی را آقای ترامپ نخواست. در همین ماجراها هفته‌ای که به پایان رفت دیدیم که وقتی قرار است قضیه سازمان ملل تشکیل شود، همه انتظارشون است که وزیر خارجه آمریکا سیاست‌گذاری‌ها رو معنا خواهد داد، ولی در به عنوان سخنان هفتگی کاخ سفید خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که این روزها هم بحثش با مسئله ایران و رفت و آمد با آقای آمانه و این سر بیشتر موضوع خبری شده، و در کنارش رئیس امنیت ملی آمریکا یا مشاور امنیت ملی آمریکا آقای مک مستر ظاهر شدن.
آیا این پیام ویژه‌ای رو داره به آقای تیلرسون میده یا به مردم آمریکا میده که آقای رکس تیلرسون در واقع نقش سیاست خارجی خودش رو از نظر قدرت اصلی سیاست خارجی داره از دست میده و اینها هستن که دارن پیروز میشن، یا یک ریزش کلی در دولت آقای ترامپ پیش روه؟ خب به هر حال آگاه هستیم که معمولاً سیاست خارجی امریکا فقط توسط وزارت امور خارجه تعیین نمیشه، بلکه شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و خود دفتر ریاست جمهوری نقش فراوانی دارن در این مسائل. به عبارت دیگر رئیس جمهور کارش این هست که برایندی از نظرات مثلا شورای امنیت کاخ سفید و خود کاخ سفید و وزارت امور خارجه جمع جور کنه و بعد بر او پایه تصمیم گیری بکنه. بله شما درست میگید، کلا در تاریخ 240 سال اخیر امریکا هرگز سابقه نداشته که یک رئیس جمهور اینقدر تنها باشه، هرگز سابقه نداشته که مردان یک رئیس جمهور با این سرعت و شدت ریزش بکنن. جدا از برخال کسانی که نگاه میکنیم ببینیم که از اون مشاوران اولیه و رؤسای کارزار انتخاباتی ترامپ دیگه کسی دور و برش نیست، که آخرین نمونش هم در واقع هفته های قبل استعفای استیو بنن استراتژیست ارشد ترامپ بود که یکی از تاثیرگذارترین افراد در تیم ترامپ بوده. خب به هر حال واقعیت هم این هستش که میشه گفتش که در مورد سیاست خارجی امریکا ما یک نوع کشمکش بین سه گروه برای کنترل سیاست خارجی امریکا میتونیم شناسایی بکنیم. در هفته های اخیر کشمکش سه گروه برای کنترل سیاست خارجی که روبروس با یک رئیس جمهور ناآگاه و در این حال مردد و در این حال متزلزل شدت زیادی پیدا کرده، محافظه‌کاران سنتی، راست های ایدئولوژیک و نو محافظه‌کاران، اینها سه گروهی هستند که در درون کاخ سفید در حال تاختن هستند که بتوانن قدرت بیشتر رو بگیرن، که بتوانن بدین گونه سیاست خارجی امریکا رو تدوین بکنن. تکلیف بسیاری از ابهامات در سیاست خارجی امریکا از جمله تنش‌های کره شمالی که چند لحظه پیش راجع بهش صحبت می‌کردیم، مسئله ایران، مسئله تغییر رژیم در ایران، مسئله برجام، روابط امریکا با اتحادیه اروپا متأثر از نتیجه این رقابت هستش. در هفته اخیر بعد از رفتن استیو بنن، راست‌های ایدئولوژی به رهبری استیو بنن اینا ضعیف شدن، از سوی دیگه محافظه‌کاران سنتی تقویت شدن. بنابراین این احتمال وجود داره که نوکانها با پرچم و چهره های جدید مجددا نقش سیاسی در سیاست خارجی امریکا رو بازی کنند. چرا میگم مجددا؟ چون میتونه برگرده به شرایط دوران جورج بوش پسر. سیاست خارجی رئیس جمهوری جدید امریکا هنوز یک معمای بزرگ است برای تحلیلگران بین الملل. آمیزه است از به هم ریختگی، رقابت، ابهام آفرینی عمدی. از سوی دیگه مرحله بازبینی سیاست ها در دولت فعلی بیش از هر رئیس جمهور دیگه به طول انجام میده. هنوز پست های کلیدی زیادی در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر ارکان های مؤثر در سیاست خارجی خالی موندن، که این مسئله باعث ادامه رقابت ها بین این سه گروه، یا اینکه پس از تضعیف راستای ایدئولوژ بگیم بین این دو گروه ادامه داره. خب در مورد رقابت این سه گروه، این رقابت از زمان مبارزات انتخاباتی شروع شد، ولی توی ماهای گذشته و به ویژه بعد از شروع مثلا کار دولت جدید تغییرات مهمی در تعاملات میان این سه گروه انجام شده. مهمترین و مؤثرترین این جریان گروه ها در مبارزات انتخاباتی بوده، روز اول شروع کار دولت بوده که نقش اصلی همین گروه راستای ایدئولوژیک یا ایدئولوگ به نمایندگی استیو بنن بودش، که این گروه بخش بزرگی از جمعیت سفید پوست پروتستان انگل ساکسون رو نمایندگی میکردن، که در دهه‌های اخیر از جانب سایر اقوام
و نجات های مهاجر به امریکا، اینا احساس توهم و احساس خطر میکردن. ایدئولوژی این گروه نزدیک به گروه های راست افراطی هستش که روزا یا هفته پیش دیدیم که چگونه در نارامی های نجات پرستانه شارزویل مشکل ساز شده بود. نفوذ این گروه بر ذهن خالی از سیاست خارجی ترامپ به حدی بودش که بنن و مرد پشت پرده یا رئیس جمهور واقعی امریکا توصیف میکردن که ذهن رئیس جمهور رو هدایت میکرد. برحال پس از رفتن این آقای بنن، برحال الان بیشترین رقابت بین اون دو جریان دیگه یعنی محافظه‌کاران سنتی و نامحافظه‌کاران هستش. محافظه‌کاران سنتی متشکل از جنرال‌های بانشسته هستند که با آرامی ولی به صورت پیوسته وارد دولت ترامپ شدند و به تدریج ضمن جلب اعتماد ترامپ قدرت اونا روز به روز مستحکم میشه. جنرال ماتیس در واقع مهمترین فرد در این گروه بوده که به هر حال نقشه بسیار زیادی رو بازی میکنه. جدا از مسئله این حکایت، رفتن زود هنگام مایکل فلین و جایگزینیش توسط مک مستر و بعدا برکناری رئیس کارکنان کاخ سفید و جایگزینیش با جنرال کلی موضع این گروه رو تقویت کرد. البته کلی هم خب هموطنان آگاه هستند که در هفته های پیش دم از رفتن و استعفا داده. برای در هفته های اخیر شورای امنیت ملی امریکا تبلیغات شدیدی رو علیه مک‌مستر آغاز کرده و به نظر میرسه که بعد از خشم ترامپ از بنن به خاطر انتشارات خاطراتش جنگ مغلوبه شده و موقعیت محافظه‌کاران سنتی داره به شکل قابل ملاحظه تغییر میشه. ولی گروه سوم که بعد از شروع موج‌های تضعیف بنن فعالیت خودشون رو به شدت تشدید کردن، از حدود دو ماه قبل سعی کردن با استفاده از خلأ موجود، هم خلأ قدرت و هم نظریه پردازی سیاست خارجی، مجدداً برای ورود به دولت تلاش کنند. این گروه به ویژه با توصیه های سیاست خارجی و تلاش برای جلب حمایت گروه های طرفدار اسرائیل سعی دارند که از تضعیف جناب بنن نهایت استفاده رو بکنند. بیشتر تبلیغات ماهای اخیر درباره تغییر رژیم در ایران و سختگیری بر ایران و تحریک کردن ترامپ برای خروج از برجام توسط همین گروه نوکان‌ها صورت گرفته. مدل ایدئال هم برای نامحافظه‌کاران باز تولید مناسبات زمان جورج با محافظه‌کاران سنتی، یعنی در واقع از دید نامحافظه‌کاران ماتیس و مک‌مستر در دولت ترامپ میتونن همون نقش رامسفلد و چنی رو در دولت بوش ایفا کنن. خب سپاسگزار هستم. باید دید که حالا هفته‌ای که پیش رو هست به کجا خواهد رفت و سخنانی که در سازمان ملل گفته خواهد شد چقدر به جنجال‌ها و بحران‌ها خواهد افزود. سپاسگزار جناب علوی از حضورتون در برنامه. منم سپاسگزارم. کامیاب و پیروز باشید.